فکر کردیم که توی دارک وب همیشه ناشناس میمونید، یعنی اینکه میتونی بدون ردی از اطلاعاتتون فعالیت بکنین. باید بگم که همه چیز اونقدر هم که فکر میکنین امن نیستش. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با یه قسمتی که در خدمتتون هستیم، امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چجوری میتونیم توی دارک وب امن بمونیم. همین که متوجه بشیم که چه چیزهایی باعث میشه که فعالیت ما، حضور ما در دارک وب رو لو بده، باعث میشه که کمک بکنه چجوری میتونیم خودمون رو مخفی نگه داریم. قبل از هر چیزی هم تشکر میکنم ازتون بابت اینکه از این کانال حمایت میکنید، بابت کامنت های انگلیسی که بعضیاتون میذارید. واقعا ازتون سپاسگزارم، خیلی کمک میکنه به رشد کانال و اینکه نشون بده شما کاربرهای فیک نیستین و این کانال از اعتبار خوبی برخورداره با کمک شما. خیلی از بچه ها توی کامنت ها توی تلگرام میپرسن که در مورد دارک وب و فعالیت هاش، اینکه چجوری وبسایت درست کنیم و همه اینا، برامون مطلب بذار. خب خیلی مهمه، قبل از اینکه بخوایم توی دارک وب فعالیت بکنیم، ما در مورد دارک وب ویدیو ساختیم قبلا، کاری که هستش و کاری که توش انجام میدن، ولی اگه بخوایم شخصا توش فعالیت بکنیم، قبل از هر چیزی باید در مورد امنیتش صحبت بکنیم. برای همین خیلی مهمه که قبل از اینکه بخوایم خودمون هر کاری دیگه یو توی دارک وب انجام بدیم، ببینیم که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. این قسمت رو از من مهمتره و مشخص میکنه که ما باید دقیقا توی دارک وب چه رفتاری رو نشون بدیم. اینکه چجوری میشه فعالیت ما لو بره توی دارک وب، تو سه تا بخش امکان پذیره. بخش اول، سناریوی نشت IP. خب همه ما میدونیم که ما میخوایم برای دارک وب از مرورگر تور استفاده بکنیم. آیا به نظر شما تور اونقدری که فکر میکنید امن هست یا نه؟ ممکنه که امن باشه، ممکنم هست نباشه. چرا نباشه؟ فعالیت ما روی مرورگرهایی که انجام دادیم و یک سری از تنظیمات باعث میشه که تور نتونه کار خودشو به نحو احسن انجام بده. مثلا ما یک سری از افزونه ها رو داریم به اسم اد بلاکر، از تبلیغات جلوگیری میکنه، یا فلش. اینا باعث میشن که ما یک سری فیچر بگیریم از اون مرورگر، ولی موقعی که داریم همزمان از تور استفاده میکنیم، این باعث میشه که IP ما در تور به صورت کاملا مشخص پخش بشه و اون کسانی که در حال نظارت در دارک وب هستن کاملا میتونن از این نشت اطلاعات استفاده بکنن. به عنوان مثال در یکی از پرونده ها FBI از همین نشت اطلاعات استفاده کرد که تونست یکی از کاربرا رو پیدا بکنه و دستگیرش بکنه و حالا ما بقیه ماجرا. حالا اتفاقی میفته چیه؟ اینه که وقتی شما از این افزونه ها استفاده میکنی و یک سری از افزونه ها، تور به مشکل برمیخوره و خود تور هم میگه موقعی که داری نصبش میکنی که آقا از یک سری از افزونه ها استفاده نکنید. و این چه بلایی میاره سر کاربر؟ IP رو مشخص میکنه، لوکیشن رو مشخص میکنه، دستگاهی که ازش استفاده میکنید هم مشخص میکنه. یعنی هر چیزی که برای یک دستگاه نظارتی لازم باشه برای اینکه بخوان شما رو پیدا بکنن و اون اطلاعات بهشون میده. حالا فرض کن حتی همین اطلاعات رو به یک هکر بدن، چه استفاده هایی میتونه ازش بکنه؟ بخش دوم، تحلیل ترافیک شبکه است. یکی از پیشرفته ترین کارهایی که دستگاه های نظارتی انجام میدن همین تحلیل ترافیکه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید یک موضوعی، یک ویدیویی، یک پرونده‌ای رو دارین از دارک وب دانلود میکنین، یه حجم خاصی داره، اون در گره آخر اینترنتت، اون موقعی که دارین قشنگ دیگه وارد کانال و شبکه سطحی اینترنت میشین، اگر همون حجم خارج بشه، سری دستگاه‌های نظارتی اینو متوجه میشن و میتونن راحت این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنن و شما رو پیدا بکنن. و خیلی وقتا ممکنه که حجمی که شما دانلود کردین با حجم یه بنده خدای دیگه که چیز دیگر رو دانلود کرده یکی باشه. این اشتباه ممکنه پیش میاد، ولی آیا شما میتونید ثابت بکنید که این حجم اون حجم نیست؟ شما یه 2 گیگ دانلود کردین که ممکنه مثلا یک سری از اطلاعات درسی باشه، یه نفر دیگه 2 گیگی رو دانلود کرده که یک ویدیوی مجرمانه است. شما نمیتونید ثابت بکنید که این همونه. این وسط اطلاعات همه رمزنگاری شده است. اول و آخر کاره که
برای اون دستگاه امنیتی اهمیت داره. تا اینکه شما بخواید مشخص بکنید که این اون نیست، یه مدت از زندگیتون به همین دلیل پریده و رفته. مثال این قسمت یکی از مهمترین پرونده‌هایی که مطمئنم اسمشو شنیدید، جاده ابریشم، سیلک رود. کسی که کارهای تجاری میکرد، کارهای خلاف و مجرمانه میکرد در دارک وب، و همین برداشتن دیتا و خروجش در تایلند و کشورهای شرق آسیا باعث شد که متوجه بشن که لوکیشن این مالک گرداننده وبسایت کجاست، و خیلی راحت تونستن سرنخ رو پیدا بکنن. ویدیو که در موردش ساختیم و براتون شاید در قسمت دیسکریپشن بذارم. چرا میگم شاید؟ چون ممکنه که نتونم پیداش بکنم، بعد قول نمیخوام بشم، ولی حتما در کانال تلگرام براتون میذارم که برید اون ویدیو رو هم ببینید و متوجه بشین که چقدر راحت تونستن بگیرنش. و اما بخش سومی که از مهمترین کارهایی که دستگاه‌های نظارتی انجام میدن، اونم اینه که میان یک سری بدابزار رو در دارک وب میگنجونن. و این بدابزار چیکار میکنه؟ این بدابزار کارش اینه که میاد از طریق وبسایت وارد کامپیوتر شما میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما دارین کلیک میکنید، برای خودتون نگاه میکنید، خیلی راحت داره اطلاعاتتون ثبت میشه. برای کی؟ برای دستگاه‌های نظارتی. حالا ممکنه که یه طرف قضیه هم هکرها باشن، ولی همینو حساب بکنین که تمامی اطلاعات شما داره توسط یک بدابزار ضبط میشه. برای مثال در یکی از پرونده‌های مهم پلای پن، FBI تونسته بود که توسط بدابزار NIT Network Investigative Technique کاربر مورد نظر رو پیدا بکنه، و تمامی اطلاعاتی که مد نظرش بود، از کلیک کردنش، از اطلاعات IPش، حتی دوباره همون چیزایی که برای طور خدمتون عرض کردم، لوکیشنی که استفاده میکنه، دستگاهی که استفاده میکنه، تمامی این اطلاعات رو اون دستگاهی نظارتی پیدا کرده بود که لا FBI با مستندات طرف رو بگیرن رو و اعمال قانون بکنن. اما همونطور که بهتون گفتم، این روش چالش بزرگی هم داره، چون اگر این اطلاعات دست هکر بیفته، دیگه خدا میدونه که بخواد ازش چه استفاده‌ای بکنه. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودین. این سه تا مورد خیلی مهمه، چون اکثر کاری که ما انجام میدیم، اهم از کلیک کردن، دانلود کردن و گشت و گذار استفاده از تور رو شامل میشه. امیدوارم موقعی که شما میخواین نصب بکنید برنامه تور رو، حتما افزوناتون رو چک کرده باشین و بدونین که برای ورود به تور و برای ورود به دارک وب قبلش یک سری پیش‌زمینه‌ها نیاز داره که از جمله همین برنامه است. حتما دوباره نگاه بکنید، نکاتی که گفته شد رو در نظر بگیرید، و اینکه هیچ وقت یادتون نره هیچ امنیتی 100% نیست. مراقب خودتون باشین. پنجشنبه با یک برنامه دیگه میبینمتون. خوب باشین و به همه خوبی بکنید. قربان شما. خدا.